غرب برای حمایت مارشال عبدالرشید دوستم علیه طالبان برنامه دارد. یک سال پس از تسلط طالبان بر کشور، قدم‌های بعدی ایالات متحده در افغانستان چیست؟ بینندگان گرامی، درود بر شما. باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. یک سال قبل در این ماه طولانی ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان به پایان رسید که با تسخیر سریع کابل توسط طالبان رقم خورد. یک سال پس از سقوط دولت افغانستان، سیاست ایالات متحده در مورد افغانستان بر محور تخلیه شهروندان امریکایی و همکاران ایالات متحده و رسیدگی به بحران‌های انسانی و اقتصادی روبه و خامد کشور متمرکز بوده است. تعامل ایالات متحده با گروه طالبان محدود بوده و واشنگتن عادی‌سازی روابط با طالبان را مشروط بر تعهدات ضد تروریسم، احترام به حقوق بشر و ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر منعوت کرده است. شواهد اندکی مبنی بر علاقه مندی طالبان به پیگیری دو موضوع اخیر وجود دارد. کشته شدن ایمن زواهری، رهبر القاعده در کابل، نشان می‌دهد که رژیم طالبان به تعهد خود مبنی بر قطع روابط با گروه‌های تروریستی فراملی عمل نکرده است. کیت بیتمن، متخصص روابط بین الملل، در ادامه توضیح می‌دهد که تعامل ایالات متحده با طالبان در طول سال گذشته چگونه تکامل یافته. کشته شدن ایمن زواهری چگونه میتواند بر سیاست ایالات متحده در افغانستان تاثیر بگذارد و در اخیر اینکه واشنگتن با کدام روی کرد منافع خود را در افغانستان در طولانی مدت تعقیب کند. و اساس یک خبر دیگر، هارون میرسعیدی در برگه رسمی فیسبوکش می نویسد. گزارش سیگار. عبدالرشید دوستم برای تحولات بزرگ آمادگی کامل را گرفته است. به زودی تحول می آورد و جهان را در حیرت می گذارد و مردم افغانستان را آزادی می بخشد. یعنی غرب برای حمایت مارشال عبدالرشید دوستم علیه طالبان برنامه دارد. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.